حمید هنوزم اینجاست و خیلی داره خوش میگذره. جناب خانم اومده. حالا کار دارم با تون. 3 2 1 شعر قشنگ فهمیدین یا نه؟ بگو برامون. گفتم بچه ی رود سر حمیده ایراده، تاریخ تولدش بهمن هفتاده، موقع شنگه میخونه تلفیقی، با صدا شدیم همه عاشق موسیقی، با سیبیل پرش حمیده ایراد، کوتا کن آب خورش حمیده ایراد، کوبه ای میزنی حمیده ایراد، کوکائین منی حمیده ایراد. ماشاءالله ماشاءالله، دمت گرم جناب خان. سلامت باش رامبو. خیلی قشنگ. چرا با هوله ای؟ رامبو ما گفتم امروز یه مهمون خیلی عزیز داریم. خب برم هموم ترتمیز بیام. خب بعد تو هموم هی داشتم برای خودم زمزمه میکردم. خب خوندم صدام خورد تو کاشی هموم، خورد تو سقف، خورد تو ایچاق هموم، برگشت حس کردم عجب صدایی دارم بی خودی. هی میخوندم عشق میکردم با خودم. این شعر حمید هیراد همونجا تو هموم گفتم. همینو؟ بله بله. دیگه سری پریدم بیرون، زیر پیرنیم خیس بود هنوز. دیگه حوله کشیدم دورم اومدم قربون. یکم هم الان لرزم گرفته. خب حاج آقا قربونت برم، این چارخونت در بیار. یه دقیقه مو بندازم، یکم لرزم گرفته. سلامت باش. سلامت باش. فدات بشم. حاج آقا کاپشن خوب هم راته؟ دیگه تو این تابستون که کاپشن برمیداره. پس ما حولمو یه جوری میپیچم یکم گرمم بشه قربونه. حاج آقا بعدش میام بغلم کن. باشه؟ باشه؟ قربونت برم. سلامت باش. حمید جان کوکا خیلی خوش اومدی. واقعا خوش اومدی. سلام به روی ماه جناب خان عزیز. سلامت باشی. چاکرین. ممنون که منو لایق دونستی و این شعر رو واسه بنده ناچیز گفتی. یه تشویق خیلی جانانه به افتخار جناب خان. نوکرتون. سلامت باش. رامبو جون عجب کتی پوشیده. آره خیلی خوب کتی پوشیده. واقعا خیلی قشنگه. واقعا خیلی. رامبو جون تو تپش قلب داری؟ قلبم می... یعنی نه به عنوان یک چیز مریضی و اینا. آره نه. الان مثلا استر آبی داری؟ نه. پس آخه جیبت داره نوار قلب میگیره. راست میگه. مشکلی داری؟ نه جدی دارم میگم. یه زیر زبونی بهت بدم؟ نه بابا. آخه نوار قلب دیگه هم نامنظمه. نه این مدل اینه. ها مدلش ها. خب بکشش که صاف بشه. آخه دوخته که خیالمون اینجوری راحت بشه دیگه. دوخته اینجوری. بکشش دستم صاف بشه ما خیالمون راحت بشه. دستم میزنمش نبینی. اوفه سلامت باش. چه خبر جناب خان؟ هیچ خدا رو شد. یه ذره از تیمت بگو اوضاعش چطوره؟ پاری سن ژرمن؟ بله. داریم میگذرونیم دیگه. زیدان و خیلی الان تو کش و قوسیم رام بود.
که به عنوان مربی آره، بیاریم. آره پوچتینو با لغت انداختم بیرون. تو این کارو کردی؟ حال نکردم با مربیگری شام بود. حال چرا؟ نکردم. اونجوری که ما می‌خواستم رام بود. این می‌خواست بچه‌های شیر بده. همینجوری شیشه داغ شیر می‌ذاشت، شیشه می‌ذاشت تو دهن بچه‌ها. زبون اشرف حکیمی سوخت، زبون امباپه سوخت. میگم خب مرد حسابی دو تا قطره قبلش بریز پشت دستت امتحان کن. این به چه دست ما امانته؟ آخه من نمیفهمم این تیم چه جوریه که اینا با شیر و با شیشه میخورن. بالاخره بچه دست ما امانته. پدر و مادرش توقع دارن رام بود. اون هم خب نامزدش هر روز سر تمرین. هی اشرف اشرف دلون برات قشرف. زن اشرف حکیمی پدر ما رو داره برده. هر روز اینجوری قربون صدقش میده. به نام فرستادم یه اختلافی بنداز و بینشون تمومش کنه والا. نه بابا. چرا دیگه اعصابمون خرد کرده؟ با تو توجه نکن زندگی مردمو چیکار داری؟ حالا پسر تو تیم توی که باشه. خود دلت براش خش رفت تو خونه. سر کار هی دلش خش رفت. باش صحبت کن ببینم یه حواسشو پرت میکنی. یکی هم خوابوندم زیر گوش اشرف گفتم نکن دیگه اینجوری ولی خود نمیفهمه. چیکار بکنه اعصاب چه صاحب باشگاه خشنی هستی؟ بله مدیریت میخواد واقعا. میفهمم حمید جان جان اما دل. اومدن شما تو این برنامه هیچ هیرادی نداره. رامبود ایچون فامیلیش هیراده. آره. ما کردمش مثلا با ایراد گفتم اومده چیچی. هاش آقا دیگه چهارخونه تا در بیار کوکا. داد زدم سردم شد. سلام علیکم. ببین حمید هیراد یعنی چی؟ هیراد به معنی خوشرو، خوشدل، خوش زبان. چه انتخاب قشنگی. خوش فیس. خوش صورت. به صورت شما نمیرسه. سلام علیکم. این که اصلا قیامتیه. خوشگلم. جونم. میخوام بگم دانیال کاظمی بیاد. اوه اوه پسر جنیه؟ آره. صداش کو بیا. بزام. به افتخار دانیال کاظمی. سلام. 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 حالتون خوبه؟ عالی. خدا شکر. به به. چه خبر؟ خوب. همه چی خوب؟ عالی. خب من اسمم حمید جون دانیاله و شعبده بازی میکنم. میخوام یه کار با موضوع بده شما. شعبده بازی دوست داری؟ او جناب خان. دانیال جان هم اونجا با او دو نفر کار کن به ما کاری نداری. سلام نگفتم سلام. سلام و نوکرتون. میگه سلام. جناب خان. تمام سلام. کجا بودی قایم شده بودی؟ حمید جان خیلی مواظب خودت باش. خیلی مواظب. آتیش هم نزن. با من کار داری؟ نه الان نه. میتونم برم پیش جناب خان. آره بفهم کاش. من بودی و هوای مون داشته باش. خب حمید جون من اینجا یه مکعب آوردم با خودم. بله. که 6 تا زل داره و 6 تا رنگ روشه. یه پارچه هم آوردم. میخوام یه کاری کنی. یکی از این رنگ‌ها رو می‌خوام انتخاب کنی. خب هیچ کی نبینه تو این استودیو و بذاریش اون رنگی که انتخاب کردی مثلا اگه صورتی بود صورتی رو بذاری رو بالا بعد اینو بذاری روش هیچ کی نبینه. خب یعنی اصلا این کارو زیر این پارچه بکن. اصلا این آهنگی داره زده میشه خودش استرس. خب پس هیچ کی نبینه. جناب خواهم میتونم بیام اونجا چشمو نگهداری هیچ کی نبینه. آقای جوانم نبینه فقط خودت بدونی چه رنگی رو برداشتی. پیشنهاد میدم بهت صورتی رو انتخاب نکنی ولی میتونی چون گفتم صورتی. آه. ولی باز اگه دوستش صورتی رو بردار اگه بقیه ببینن مشکلی نداره. نه هیچ کی نبینه. هیچ کی تو استودیو ندونه که چه رنگیه. فقط خودت بدون. من میتونم بیام اینجا جناب خواهم میشه چشمامو نگهداری. بابا عجب آدمی سراغمون نیا. جناب چشمو بگیر. باز. خب پس اینجوری دیگه امکان نداره من ببینم که چه الان از تو چشش یه اشعه‌ای در میاد. دستم ذوب میشه. انتخاب انجام شد. تموم شد. خب همه چی موهامو شد. خب شما هم هیچ کدوم نمیدونین که چه رنگی انتخاب کرد نه؟ خب دستیار خوبی میشه. نه فعلا نگو که چه رنگیه. خب ولی میخوام تو ذهنت همش اون رنگ رو تصور کنم. من همه رنگا رو اینجا نوشتم آقای جوان. میخوام موقعی که اسم میشه دست تو اینجوری نگهداری میشه من نبض تو استرس ندارم. میشه دونه دونه خیلی آرومی رنگا رو برام بخونی؟ صورتی، نارنجی، آروم تر. سفید، قرمز، آبی، سبز. یه بار دیگه از اول.
صورتی، نارنجی، سفید، قرمز، آبی، سبز. خیلی خوب، من میخوام یکی از این رنگا رو انتخاب کنم. مطمئن نیستم ولی من دور یکی از این رنگا دایره کشیدم. موقعی که داشتی میخوندیش حس کردم که تغییر کرده داد. میشه بگی که میشه میتونم برش دارم؟ آره. رنگی که رو به بالا گذاشته بودی نارنجی بود، درسته؟ امکان نداشت کسی بدونه که چنگ داشت. نه نه قشنگ پایین گرفت. نمید کم مربون شما. عالی خیلی ممنون. آجا هم با اجازه. مرسی. خیلی جالب. خب خیلی خب دانیال هم که رفت خدا رو شکر. حالا میگم همی جان کاش الان برامون سخنانی هیراد کنی. یعنی گفتم سخنانی هیراد کنم. اگر اصلا در مورد برنامه ما به نظرت هیراداتی داره، هیرادات برنامه ما رو گوش زد کن. یه هیراد خیلی بزرگی که داره. چیه؟ نه واقعا چیه بود؟ این که به عنوان یه تشکر میگم، ممنون که دل آدمها رو شاد میکنی، چون شاد کردن دل آدمها اصلا کار ساده ای نیست و خندوندن و خنده به لب آوردنشون خیلی کار راحتی نیست، خیلی کار سختیه و کار مهمی. خیلی کار مهمی و واقعا ازت ممنونم که تو این شرایطی که داری میگذرونیم خنده به لب مردم میاری. دم شما گرم. دمتون گرم. همین جان. جان دل. شما گیلانی هستی نه؟ آخه شمالی صحبت میکنی. شما گیلانی هستی دیگه، درسته؟ بله بله با افتخار. شما بچه روسته ای، درسته؟ بله بله. شما نزدیکای روسر باید باشی نه؟ ما میشیم بعد از روسر. شما بعد از روسر زندگی میکنی. آره میشه حد فاصل روسر، بین روسر و رامسر. یک جای میشه بعد از کلاچای یک جای محلی گیلان. گیلان دیگه، یعنی حد فاصل روسر و چی؟ حد فاصل روسر و رامسر دیگه، درسته؟ قرار نشد مسخره بازی. آه چه مسخره بازی. آه من عاشق لهجه شمالی، لهجه گیلانی هم. جان تو رو بمیرم من. با خدا یکی از قشنگ‌ترین لهجه های من دیگه. اینقدر همه جا زندگی کرده، اینقدر رفیقای مختلف داره. تمام قاسم آباد هم بچه های رفیقای من دیگه. تمام قاسم آباد و رودسر و کلاچ های الان رفیقای من هم دیگه. رامبو جان کیا رو میشنست اونجا؟ میرزا کوچی خان، دکتر حشمت. آه چرا میخندی دیگه رفیق؟ مال خیلی قدیمن. ولی رامبو یکی از گنده های گیلان، رضا غلامی، از دوستان خیلی قدیمی من. جدی دارم میگم واقعا. آره رضا غلامی از گنده های گیلان، فوتبالیسته و خیلی ما رفاقت در ما هم دیگه. خلاصه که این لهجه شما رو من خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم. رامبو جان جون، حالا که بس گیلان شد یه کاری تقدیم نکنیم به استان گیلان؟ حتما این کارو بکن. یه کار دلی که خود من حتما خیلی عاشقشم و برای همه ما فکر میکنم خیلی خاطر ساز و خاطر انگیز باشه. بگو. الان میخونم. چقدر جنگل خوسی، ملت وسی، خسته نبوسی، می جان جانان، ترگم میرزا کوچی خان. خدا دانه که من نتانم خفتن، از ترس دشمن می دیلا بیزانم، ترگم میرزا کوچی خانم. چه
چرا زودتر نایی تونتر نایی تنها بنایی گیلان ویرانه ترگم میرزا کوچی خانه امرشتی جغلن پیسیم تی فرمان خونیم امی جان تی پاجیر بربانه ترگم میرزا کوچی خانه ترگم میرزا کوچی خانه باری کرده چقدر قشنگ خواهد آفرین ماشاءالله جناب خان ماشاءالله ماشاءالله به استاد ناصر مسعودی واقعا واقعا تو هم همینطور سلامت باش خیلی زیبا اجرا کردی سلامت باش خیلی حس احساساتی واقعا میگی آره هممون احساساتی کردیم نه خیلی زیبا بود سلامت باش باریکالله سلامت باش شاکرم آفرین بهت چی قصه دار گریه میکنی زیاد یه نویسنده خیلی بزرگ اسمش میگادم نمید میگفتن که آنتو آنچو خوف میگفتن که قله های بزرگ پر از چشمن و قلب های بزرگ پر از عشق آره خیلی هم اتفاقا چون نه گریه بد همیشه گریه بد نیست بعضی وقتا از سر شوق بعضی وقتا حالتو خوب میکنه خیلی و نه اینکه دوستش داشته باشم آخه گریه کردنم به اندازه خندیدن با ارزشه و همونقدر انسانیه و باید باشه ولی بیشتر تو تنهاییه حمید جان حمید یه لحظه کوکا بیا اونجا بیا اونجا؟ بله بله بیا بفهم رامبو جان شما هم تشریف میاری؟ چی؟ شما هم تشریف میاری قربون بله در خدمت هم شاکرم میخوام تا یه بوسی به ما میدی یا نه؟ حمید بوسش کن بوس یه بوسی به ما بده قربونه اوفه اوفه بو همون حمید ما نه شنگ بو تمیزی میدم کیف داره حمید جان کپا جان حمید ما در جریان بیماری شما که قرار گرفتم خیلی ناراحت شدم همون موقع خدا شاهده خدا چون رفیقم زیاد داشتم که بالاخره درگیره بیماری شدم اندازه وسع خودم یه هدیه کوچیکی آماده کردم بابا به به که این انرژی مثبت ما روش باشه هر وقت خسته شدی هر وقت ناامید شدی هر وقت درد داشتی نگاش بکنی و این حال خوب این لحظه بهت منتقل بشه حتماً این اینه ما ببخشیده دیگه ما هنری هم ندارم اندازه خودم کشیدم بابا به 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 رامبود اینه کشیدم که بهش بگیم کوکا تنها نیستی هر وقت درد داشتی ای دست تو دست ما من اصلا با وجود شما دیگه دردی بازم او دستت هم تو دست رامبود خدا وکیلی پایتیم رفیقتیم هر وقت خسته بودی کوکا به ما فکر کن نوکرتون ای جانم ماشاءالله یادگاری جناب خانه خب حالا من برای شما یه هدیه آوردم هم برای شما یه جوان هم برای جناب خانه خدا کنه گرون باشه خدا کنه گرون باشه خدایا میدونم که خیلی دوستش داری یه کادوی کوچولو هم واسه احلام خانم آورد دست شما درد نکنه خیلی ممنون شرمنده کردم خیلی ترسیدم چون احساس میکردم که خب یه ذره چون غیرتی و نه میاد برام نه چه اشکالی داره دست شما درد نکنه قربون شما درد نکنه آقای شاه حسینی اگه آقای شاه حسینی این برن آقای شاه حسینی هدیه برنامه رو قراره به ما تقدیم کنه رامبود بله الان قراره هدیه برنامه رو به ما تقدیم کنه هدیه برنامه یه شال کوچولو واسه احلام خانم که ایشالا خودتون به دستتون برسونی دست در نکنه چقدرم بهش میاد چقدرم بهش میاد
ایشالله به پایم پیر شد. اوی احلام خانم براد میمیرم، ملنگوی تلا براد میگیرم. اوی احلام خانم براد میمیرم، ملنگوی تلا براد میگیرم. ال احلام خانم براد میمیرم، ملنگوی تلا براد میگیرم. دست در نکنه تو کار، دست در نکنه. خب به قول آقای چاوشی هم گفت اینک ریبون و اصل و مرچی دارم مال تو. خدا نفسم توی تو دل برمه درداد مال. مواظب باش، این اینه خیلی با دقت بیار بیرون، خیلی مواظب باش. صورت که صورت پیاده میکنه خدمت شما، اینه مواظب باش. آروم آروم، خیلی حساسه روی آروم آروم. آروم. این خیلی چیز ارزشی. آروم دمت گرم، به چشماش میاد. به ریبون اصله. وای رام بود نگاه کن. وای کار ریبنی عالی بود. چه هدیه درجه یک رامبو، چقدر بهت اومده رامبو، چقدر بهت اومده. جدی داری میگی؟ صورت درجه یک اوفه رامبو سوختی ها. کجا؟ شمال بودی؟ صورتم؟ آره. نه تو آفتاب بودم. خیلی تیره شدی. آها آها شیر. خب عینکت رو بردار. اینه که مردارم؟ آها اخی سیسته عجب سیستورت مو اصلا یا اخی سیسته حاج آقا کاش او چارخونت بدیم و دارم لرز میکنم. شما اصلا این خیالت نیم جون شخصی دست جلو دهنت میگم سردمه، اصلا این خیالش نیست. خب مرد گنده بلند شدیم اومدی چارخونت بکنم. من چون برنامه‌های گذشته رو می‌دیدم و می‌دیدم که اینا که گرد خیلی دوست دارین، احساس می‌کردم که دوست دارین زاویه دیدتون نسبت به جهان گردتر باشه تا زاویه. منم از همون قسمت یک هدیه ناقابلی، فقط شیشه‌ش رو نمی‌دونستم که رو چه. چقدر جذاب. اگه خیلی گرده بزن رو شکمه. خیلی ممنون. شما نمی‌بینید. خیلی ممنون. آقا بسیار سپاسگزار هستم. واقعا خود ایکیوسان شدی. خیلی ممنون. کی؟ ایکیوسان. که دستش توفی میکرد فکر میکرد. آره. خیلی ممنون. تاج سر. توفی بابا چه حیرت انگیز لذت بخش غیر منتظره. بسیار سپاسگزار. عزیزت. همین جان خیلی شرمنده کردی کوپا. یه بوس دیگه بده قربونه. معلومه که بله. عمومم رفتم بود خوب میدم قربونه. کل صورتمو میگیری. صورت مسخره می‌کنی. قشنگ می‌خونی ولی صورتو میارم پایین. میدونم. ببین همین الان هدیه داده و مهمونمونه. آخه شوخیه مگه؟ یهو دیدی صورت آره. حاج آقا شما نخند بکن. نخند بکن. بکن میگم لرزم گرفته دیگه. هی چی خنده ای دندون نشون میده برام. سلام علیکم. عذرخواهی میکنم. سلام علیکم. مهمونن همه مهمونن. رام بود ولی عجب کتی پوشیده ای پسرم. خیلی. خیلی خوب کتی پوشید. نه نکن. بریم برای بخش آخر برنامه که لبخند بعد بزنی و ما هدیه بدیم و خداحافظی کنیم. ها؟ چی؟ معذرت. نه اینا فریاد زدن. من فکر کردم فریادم تو اینا گم میشه. بگو چی گفتی؟ گفتم او! فریادم پیدا شد. خب
همین جون جانده، لطفاً 10 ثانیه به تماشاچی توی خونه لبخند بزن. بله. و در رقابت بهترین لبخند هفته از نگاه تماشاچی شرکت کن. عزیز. آماده؟ براش پیش بریم. 10 ثانیه. 1 2 3 حمید یه قولی باید بدی. بفرمایید. یه قولی باید بدی. جانده. که بیرون از خندوانه یه کاری بکنی یه نفر تا چند نفر خوشحال شن. میتونم در راستای کسایی که حالا میدونم هم بیماری من هستن. آها. و چون تو شرایط ممکنه شرایط بدی باشن، حالا یه بیمارستانی که انتخابش کنیم و از طرف خودم یه هدیه‌ای رو به عنوان یادگاری ببرم و بهشون بدم و خوشحالشون کنم. به اون بخش... بیماران، به اون بخشی که هستن، به بیمارانشون. آه، به بیماراشون. بله. چه باحال. یعنی به همشون یه هدیه میدی؟ بدم که خیلی قشنگی. حالشون خوب شه. دمت گرم. عزیزم. خیلی باحال. خب آقای جناب خان جان، میخوام خدافظی کنم از شما. ما یه کاری هم تو ذهنم، یه کار، یه ترانه اومده تو ذهنم، حالا شاید روش بخوام کار کنم. بگو. میگه که شوخی مگه بذاری بری نباشی، شوخی مگه دشوری بری. این آهنگ صاحب داره. نه میدونم صاحبش هم خیلی معروف آشناس، همینجا هم نشسته. بیام برات. نه خیلی حمید عزیزم، عاشقتون، خیلی ممنونم اومدی. دمت گرم. مرسی از شما که قربونت برم. مخلصم. این تندیس ما رو لطفاً یه جای بذار که ببینیش. حتما. بدون که به یادتیم، به یادمون باش. دورتون حتما. سپاس می‌کنم. به خانواده سلام برسون. سلامت و امن و موفق باشی. کنار شما. کنار شما. عزیزم. مخلصم. مرسی.